به نام خدا عرض سلام و احترام دارم خدمت کاربران محترم فرادرس پویا ریحانی هستم با دوره طراحی قالب استاتیک برای سایت در خدمت شما هستم این ویدئوهای آموزشی برای سایت فرادرس.org ضبط شده و تمامی حقوق متعلق به فرادرس هست قبل از اینکه این دوره آموزشی رو شروع کنیم یه سری توضیحات مختصر و تئوری در مورد این دوره آموزشی میخوام بدم اینکه هدف از این آموزش چیه آموختن این موضوع چه اهمیتی داره مزایای این دوره آموزشی چیه و مسیر ارائه آموزش به چه صورت خواهد بود تمام این سوالات رو میخوام تو این قسمت پاسخ بدم تا یه دید جامع و کلی از این دوره آموزشی داشته باشید ببینید طراحی قالب استاتیک اولین قدم برای طراحی سایت زمانی که شما بخواید یه سایت رو طراحی کنید باید اول نیازهای مشتری رو تحلیل و بررسی کنید ببینید موضوع سایتش چیه و چه سبکی برای اون سایت مناسبه بعد طرح و لایه بندی سایت رو روی برگه رسم کنید و در مرحله بعدی اون رو داخل فتوشاپ طراحی کنید در مرحله سوم اون رو با استفاده از تگ های HTML و CSS پیاده سازی میکنید کاری که ما میخوایم توی این دوره انجام بدیم همینه میخوایم یه قالب برای یه سایت دانلودی از صفر طراحی کنیم سایت‌های دانلودی معمولا از قالب‌های های سه ستونه استفاده میکنن برای همین توی این آموزش ما هم میخوایم یه قالب سه ستونه رو طراحی کنیم هدف ما از این آموزش اینه که شما مفاهیم لایه‌بندی قالب و تک های HTML CSS رو بهتر درک کنید و بتونید با مراحل صفر تا طراحی یک قالب آشنا بشید. آموختن این موضوع چه اهمیتی داره و مزایای این دوره آموزشی چیه؟ ببینید دوستان همونطور که گفتم طراحی قالب استاتیک اولین قدم برای طراحی سایت بعد از گذراندن این دوره شما اولین قدم رو برای ورود به بازار کار طراحی سایت برداشتید مراحلی که بعدا باید طی کنید یادگیری یه CMS هست CMS یا به اصطلاح سیستم مدیریت محتوا یه اسکریپت آماده هست که روی هاست نصب میکنم و خیلی ساده سایتمون رو با اون ایجاد میکنم. CMS که من بهتون پیشنهاد میکنم اسمش وردپرس هست و کار با اون بسیار ساده هست. طراحی قالب برای این CMS کار ساده ایه و کاری پرسود و بدون درد سره. مزیت این دوره آموزشی اینه که شما تگ های HTML CSS رو توی یه پروژه واقعی یاد میگیرید چطور استفاده کنید و با مفاهیم طراحی قالب از صفر تا صد آشنا میشید بعد از اون هم همونطور که گفتم با یادگیری یه CMS مثل وردپرس میتونید وارد بازار کار طراحی قالب بشید و کار طراحی سایت و طراحی قالب رو انجام بدید اما رسیدیم به این سوال که مسیر ارائه آموزش به چه صورت خواهد بود ببینید من سعی میکنم به ساده ترین و روان ترین شکل ممکن و به صورت کاملا عملی تمام نکات و ترفندهایی که برای طراحی قالب نیاز دارید رو توضیح بدم و تمام این موارد رو به صورت عملی طی میکنید اگر مبحثی هم نیازمند بحث تئوری بود در حین انجام کارهای عملی توضیحات تئوری اون رو هم مطرح میکنم و اگر توضیحاتی داشته باشه بهتون میگم در اسلاید بعدی کلیت مباحثی که میخوایم توی این دوره طی کنیم رو آوردم و تمام سرفصلها رو نوشتم از طراحی طرح گرافیکی سایت در فوتوشاپ شروع میکنیم به طراحی قالبمون هدر سایت رو تراحی میکنیم ستونهای سمت راست و و سمت چپ رو هم تراحی میکنیم و در نهایت هم فوتر سایت یا همون پایین سایت رو طراحی میکنیم و بعد میریم سراغ کد نویسی و طرح گرافیکی که اون رو طراحی کردیم رو با ترک های HTML و CSS پیاده سازی میکنیم لازم به ذکره که توی این دوره آموزشی ما از ترک های HTML5 و CSS3 استفاده میکنیم که آخرین نسخه این تکنولوژی ها هستند. امیدوارم که تونسته باشم یه دید جامع و کلی از این دوره پروژه محور بهتون داده باشم. با همدیگه هدر سایت یا همون سرور یه سایت رو توی نرم افزار فتوشاپ طراحی میکنیم در طی این دوره من از نسخه CS5 و نرم افزار فتوشاپ استفاده میکنم اما اگر شما از نسخه دیگه استفاده میکنید هیچ ایرادی نداره و مراحل انجام کار توی همه این نسخه مشابه همه نرم افزار فتوشاپ رو باز میکنم زمانی که نرم افزار باز شد از منوی فایل گزینه نیو رو انتخاب میکنیم در پنجره باز شده نام طرح پی رو می نویسیم برای مثال می وبسایت بعد از این قسمت عرض صفحه رو مشخص میکنیم. عرض می عرض صفحه رو میذارم 1000 پیکسل ارتفاع صحفه هزار و ارتفاع صفحه 1800 پیکسل رزولوشن رو هم روی 300 قرار میدم و در نهایت روی اوکی کلیک می کنم طرح خام پی من ایجاد شد برای زوم کردن به جلو از این قسمت جعبه ابزار روی علامت زردبین کلیک می از این بالا روی زردبین به اضافه کلیک می زوم این و با کلیک کردن روی طرح لایه باز به جلو زوم میشه خب به اندازه کافی زوم میکنم و برای زوم بک هم از بالا روی علامت زردبین منفی کلیک میکنیم و با کلیک کردن روی طرح پی اس زوم بک میشه بسیار خب الان میخوایم هدر سایتمون رو طراحی کنیم در قسمت هدر سایت معمولا لوگوی سایت قرار میگیره عنوان سایت فیلد برای جستجو در سایت منو و یه قسمت برای بنرهای تبلیغاتی کاری که ما میخوایم انجام بدیم هم دقیقا همینه میخوام سمت راست لوگو قرار بدم و یه متن برای عنوان سایت کنارش یه توضیحات زیر اون باشه و سمت چپ هم یه فیلد برای جستجو در سایت من یه تصویر از قبل برای لوگو آماده کردم برای اینکه تصویر مورد نظرم رو وارد تر پیسی کنم از منوی فایل گزینه اوپن رو میزنم تصویر رو انتخاب میکنم زمانی که تصویر باز شد با ابزار موو اون رو درگ میکنم روی تب وبسایت. اون اینجا قرار میدم خب مکان اون رو با ابزار موو مشخص میکنم مثلا این بالا اینجا قرار بگیره خب برای اینکه زوم کنم به جلو یا از ابزار زوم استفاده میکنم یا با استفاده از کلید آلت و استفاده از موس میتونم زوم کنم خب من زوم میکنم به جلو میخوام کنار لوگو عنوان سایت هم درج بشه برای این کار از ابزار تکست استفاده میکنم ابزار تکست رو انتخاب میکنم یک کلیک میکنم روی صفحه و عنوان رو مینویسم برای این مثال می نویسم فرادرس. سایز فونت رو کوچیکتر می کنم. مثلا 9 پیتی. بازم بزرگ کوچکتر. خب. عنوان رو اینجا قرار میدم. برای تغییر رنگ این بالا کلیک می کنم. از پنجره باز شده می از این پالت رنگ رو مشخص کنم. اگر بخوام دقیقا همین رنگی که لوگو داره رو استفاده کنم. اینجا کلیک می کنم روی لوگو. رنگ رو بر و از این استفاده می کنم. بسیار خوب سایز فونت رو هم می کنم. اینجا دستی می نویسم سپیدی خب متن رو در جای مناسبی قرار میدم کنار لوگو زوم بک کنم. حالا میخوام زیر این متن یه توضیحات کوتاه در مورد سایت هم بنویسم میخوام اینجا یه باکس قرار بدم برای توضیحات اما میخوام این باکس گوشاش گرد باشه اینو پاک کنم. از جعبه ابزار از این قسمت شیپ rounded rectangle tool رو انتخاب میکنم. از این بالا میتونم میزان گرد شدن گوشه ها رو مشخص کنم. مینویسم 5 پیکسل گرد بشه. بعد اینجا باکس هم رو رسم میکنم. الان زمینش سیاهه. برای اینکه این رنگ رو تغییر بدم از قسمت لایه ها روی این رنگ کلیک میکنم و رنگ سفید رو انتخاب میکنم. حالا میخوام دو استروک باشه یا یه بوردر باشه که دور اون رو بگیره. کلیک راست میکنم روی لایم، گزینه بلندینگ آپشنز رو میزنم از این قسمت گزینه استروک رو فعال میکنم و یه لایه سیا یا یه بردر دور اون کادر من رو میگیره از قسمت کالر میتونم این رنگ رو تغییر بدم رنگ رو تغییر میدم به یه رنگ خاکستری خب روی اوکی okay میزنم و سایز رو هم تغییر میدم به دو پیکسل و در نهایت روی اوکی okay کلیک میکنم ابزار موو رو انتخاب میکنم تا ببینیم لایه به چه صورت قرار گرفته مکان لایه رو هم میتونم باز تنظیم کنم بیاد بالاتر عنوانم بیاد بالاتر بسیار خوب توضیحات کوتاهی میخوام در مورد سایت داخل این باکس بنویسم ابزار تکست رو انتخاب میکنم روی صفحه کلیک میکنم و توضیحات رو مینویسم مثلا فراتر از یک کلاس درس سایز رو هم کوچیک میکنم یک پیتی یا دو پیتی اینو با ابزار موو میارم و داخل باکس قرار میدم رنگ اون رو هم تغییر میدم به یه رنگ خاکستری به این صورت سایز این باکس رو هم تغییر میدم که اندازه متن من بشه روی ابزار موو کلیک میکنم تا تغییرات اعمال بشه در پنجره باز شده روی اپلای کلیک میکنیم تغییرات اعمال میشه خب عنوان رو تنظیم میکنم سایزشو بزرگتر میکنم مثلا 5 پی فکر کنم مناسبه این متن رو هم میارم وسط باکس دقیق قرار بگیره و لوگو رو هم میتونم بزرگتر کنم برای تغییر سایز لوگو کافی این بالا اینو بکشیم تا سایز لوگو تغییر کنه اما اگر بخوایم سایز لوگو به تناسب عرض و ارتفاع تغییر کنم این بالا روی قفل کلیک میکنیم مینتین Aspect ریشیو وقتی اینو کلیک کنیم دیگه وقتی سایز بزرگ میکنیم به تناسب هم دیگه سایز بزرگ میشه به این صورت خب دوباره میارم پایینتر، این متن و کادر رو هم میارم سمت چپ بسیار خوب زوم بک میکنم حالا میخوام سمت چپ یه فیلد برای جستجو در سایت قرار بدم دوباره از ابزار راوندد رکتانگل تول استفاده میکنم این قسمت یه باکس ایجاد میکنم برای جستجو در سایت اونو میارم پایین تر رو روی لوگو قرار میدم رنگ اون رو هم تغییر میدم به سفید خب این از این میخوام داخل این باکس یه متن برای راهنمای کاربر هم قرار بگیرم روی ابزار تکست کلیک میکنم و می نمیسم. کلمه مورد نظر خود, خود را جستجو کنید سایز این رو هم کوچیک میکنم دو پیتی و رنگ اون رو هم خاکستری میکنم. اینو با ابزار موو درگ میکنم و داخل این باکس قرار میدم. متن رو میارم سمت چپ و زوم میکنم به جلو تا دیده بهتری داشته باشم. متن اینجا قرار میدم. میخوام داخل این باکس یه دکمه هم برای جستجو قرار بگیره. روی ابزار Rounded رکتنگل تول کلیک میکنم و یه باکس دیگه اینجا رسم میکنم برای دکمه. بسیار خوب. رنگ باکس رو تغییر میدم به رنگ آبی مشابه عنوان سایت به این صورت یا کمی تیره تر خب میخوام داخل این دکمه یا آیکون هم برای جستجو باشه آیکون رو هم از قبل آماده کردم از منوی فایل اوپن میزنم آیکون رو انتخاب میکنم و با ابزار موف درگ میکنم روی وبسایت خب الان میبینیم که سایز آیکون بزرگه برای اینکه سایز رو کوچیک کنیم این بالا کلیک میکنم این قفل رو میزنم مینتین اسپکت ریشیو و سایز رو کوچیک میکنم به اندازه کوچیک میکنم که داخل این دکمه قرار بگیره زوم میکنم به جلو سایز رو کوچیکتر میکنم و اون در وسط باکس قرار میدم حالا میخوام رنگ این آیکون رو تغییر بدم برای تغییر رنگ از قسمت لایه ها کلیک راست میکنم بلندینگ آپشنز رو میزنم و از گزینه Color Overlay استفاده می کنم. این تیک رو میزنم از این قسمت رنگ رو مشخص می کنم. میگم رنگش سفید باشه. روی اوکی می زنم. دوباره روی OK میزنم. خب زوم بک می کنم. عنوان سایت رو هم کمی کچکتر می کنم تا زیبایی بهتری داشته باشه. سایزش رو تغییر میدم به 4 PT. حالا که لوگو و فرم جستجو در سایت رو طراحی کردیم میریم سراغ قسمت منوی سایت اما قبل از این کار میخوام این لایه ها رو مرتب کنم برای مرتب سازی لایه ها از فولدر استفاده میکنم یا به اصطلاح گروه این پایین روی علامت فولدر کلیک میکنم یه گروه ایجاد میشه از گروه برای مرتب سازی لایه ها استفاده میکنیم تا بعدا اگر بخوام یه قسمت رو تغییر بدیم به راحتی بتونیم اون قسمت رو پیدا کنیم برای تغییر اسم گروه روی نام اون دبل کلیک میکنیم اسم گروه رو می‌نویسم هدر خب هدر یه پوشه کلیه داخل قسمت هدر چی داریم یه گروه داریم برای لوگو یه گروه داریم برای سرچ این دو گروه رو ایجاد می‌کنم و های مربوط به هر قسمت رو داخل این گروه ها قرار میدم مثلا برای قسمت لوگو متن فرادرس رو انتخاب میکنم اون رو درگ می کنم روی پوشه لوگو این آیکون رو هم درگ میکنم روی پوشه لوگو و متن فراتر از کلاس درس و بردر دور اون رو هم انتخاب میکنم و درگ میکنم روی پوشه لوگو. الان تمام این لایه ها زیر مجموعه پوشه لوگو قرار گرفت. اگر من این تیک چشم رو بردارم تمام این موارد مخفی میشن. به همین سادگی. این فلش رو میزنم تا جمع بشه. حالا قسمت سرچ. لایه های باقی مونده هم قسمت سرچ هستن. انتخابشون میکنم. درگ میکنم روی پوشه سرچ. این تیک رو میزنم. حالا قسمت لوگو و سرچ خودش زیر مجموعه هدر هستن این دوتا رو انتخاب میکنم درگ میکنم روی پوشه هدر به همین سادگی لایه ها رو مرتب کردیم حالا میریم سراغ قسمت بعدی که میشه منوی سایت میان پایین این قسمت میخوام منوی سایت رو طراحی کنم ابزار رکتنگل تول رو انتخاب میکنم این قسمت یه مستطیل رسم میکنم رنگ مستطیل رو تغییر میدم به آبی اوکی okay میزنم این قسمت هم برای منوی سایت یه سری متن میخوام داخل این قسمت بنویسم روی ابزار تکس کلیک میکنم مینویسم صفحه اصلی چند تا اسپیس میزنم درباره ما چند تا اسپیس میزنم تماس با ما رنگ فونت رو تغییر میدم به سفید و اونو با ابزار موف درگ میکنم روی این لایه سایز فونت رو هم کچکتر می کنم. مثلا دو پیتی و اونو درگ می کنم و جای مناسب قرار میدم بین این متن‌ها چند تا اسپیس زنم تا فاصله بیشتری با هم داشته باشم. خب این از منوی سایت حالا میخوام سمت چپ منو تاریخ و اون روز رو نشون بده روی ابزار رکتانگل تول کلیک میکنم راوندد رکتانگل تول رو انتخاب می کنم. و این قسمت یه باکس رو رسم میکنم البته میخوام گوش های این باکس کمی گردتر باشه این لایه رو پاک میکنم دیلیت لایر روی یس کلیک میکنم لایه پاک میشه ابزار راوند رکتنگل تول رو انتخاب میکنم از این بالا شدت گرد شدن یا ریدیوس رو مشخص میکنم میگم 25 پیکسل باشه و اون رو اینجا رسم میکنم رنگ اون رو هم تغییر میدم به رنگ آبی مثلا آبی تیره به این رنگ الان میبینیم که استروک دور اون رو گرفته این استروک از اون استایل قبلی خونده شده برای برداشتن اون کافی از این قسمت این تیک چشم رو برداریم تا این استایل برداشته بشه گفتیم این قسمت میخوایم تاریخ روز رو نشون بدیم برای این کار میخوام یه آیکون هم کنارش باشه از منوی فایل اوپن میزنم و آیکنم رو انتخاب میکنم آیکون دیت رو انتخاب میکنم اونو با ابزار موو درگ میکنم روی تب وبسایت. اینجا رها میکنم اضافه شد. برای اینکه سایزش رو کوچیک کنیم این بالا کلیک میکنم این قفل رو هم میزنم مینتین و سایز رو کوچیک میکنم. اونو درگ میکنم و میارم بالا روی این باکس قرار میدم. زوم میکنم به جلو سایز رو کوچیکتر میکنم بسیار خوب و اونو اینجا قرار میدم. حالا میخوام رنگ آیکون رو تغییر بدم روی لای like کلیک راست میکنم بلندینگ آپشنز کالر اورلی رو فعال میکنم و رنگ رو مشخص میکنم میگم رنگش سفید باشه اوکی okay میزنم و این قسمت متن تاریخم رو مینویسم مثلا پنج شنبه چارده بهمن 1395 سایز فونت رو کوچکتر میکنم یه پیتی خب خیلی کوچیک شد سایز همون دو پیتی قرار میدم با ابزار موو اونو میارم و داخل این باکس قرار میدم آیکون رو از قسمت لایه ها انتخاب میکنم اونو میارم سمت راست و زمینه رو یکم بزرگتر میکنم تا این قسمت جا بشه روی ابزار موو میزنم اپلای میکنم تا تغییرات اعمال بشه و آیکون رو با سمت راست میارم بسیار خوب زوم بک میکنم این از قسمت منوی سایت بریم سراغ مرتب سازی لایه ها یه فولدر ایجاد میکنم این میسم تاپ منو تمام این لایه ها رو منتقل میکنم به تاپ منو خب اونا رو انتخاب میکنم به کنترل درگ میکنم روی تب تاپ منو الان میبینید که وقتی منتقلشون کردیم داخل تاپ منا متن من مخفی شد دلیلش هم اینه که اومد و لایه پایینی لایه بالایی قرار گرفت یعنی این قسمت بالایی اومده و بالای متن من قرار گرفته برای اینکه این متن رو بیاریم بالا کافی اونو درک کنیم و بیاریم لایه بالاتر به همین سادگی این قسمت تاپ منو رو هم جمع میکنم و میرم زیر مجموعه هدر قرار میدم بعد از قسمت منو میخوام یه قسمت برای های تبلیغاتی قرار بدم میان پایین تر بنر تبلیغاتی رو میخوام اینجا اضافه کنم این تب های اضافی رو میبندم روی اوپن میزنم تصویر بنر رو انتخاب میکنم و اونو می کنم می اون رو درگ میکنم روی تب وبسایت اما الان میبینید که نمیشه اون رو درگ کرد دلیلش هم اینه که این لایه الان قفله برای باز کردن قفل اون اینجا روی این قفل دبل کلیک میکنیم و اوکی میزنیم بعد اون رو درگ میکنیم و روی تب وبسایت میاریم اینجا رها میکنیم سایز رو تغییر میدم خب سایز رو کمی کوچکتر میکنم روی موو میزنم تا اپلای بشه حالا میخوام این قسمت بنر تبلیغاتی یه بگراند هم داشته باشه باز میرم روی قسمت رکتنگل تول اینجا یه ای باکس رسم میکنم خب رنگش الان سیاهه رنگش رو تغییر میدم به رنگ خاکستری یا از این قسمت پالت رنگ رنگ رو مشخص میکنیم یا این قسمت کد رنگ رو مینویسیم خب اوکی میزنم بنر تبلیغاتی رو درگ میکنم بالای این لایه تا بالای اون قرار بگیرم زوم میکنم به جلو برای اینکه این بکگراند با بنر روی منو نره میارمش پایینتر بسیار خوب اینجا مناسبه این قسمت بکگراند رو هم کچکتر میکنم. روی موو میزنم و اپلای میکنم تا تغییرات اعمال بشه حالا میخوام این قسمت پایین بکگراند یه سایه هم بیفته برای این کار روی لایه like کلیک راست میکنم بلندینگ آپشنز رو میزنم این قسمت تیک دراب شدو رو فعال میکنم یه لایه سیاه این پایین میفته میتونم رنگش هم تغییر بدم به رنگ خاکستری یا کمی تیره تر خب این رنگ مناسبه سایزش هم میتونم تغییر بدم توی اوکی میزنم بسیار خوب میریم سراغ مرتب سازی ها یه فولدر ایجاد میکنم مینویسم بنر و این لایه ها رو منتقل میکنم به این قسمت خود قسمت بنر رو هم منتقل میکنم زیر مجموعه هدر خیلی خوب هدر سایتمون رو طراحی کردیم حالا میخوام این قسمت تاریخ این آیکون کمی کوچیک بشه این قسمت که لایه بندی ها رو مرتب کردیم الان خیلی به ما کمک میکنه تا خیلی سریعتر این لایه رو پیدا کنیم چون میدونم این قسمت توی تاپ منو هستش سریع پیداش میکنم میام این قسمت آیکون رو انتخاب میکنم زوم میکنم به جلو سایز آیکون رو تغییر میدم اینتر میزنم و آیکون رو در جای مناسب قرار میدم زوم بک میکنم بسیار خوب الان بهتر شد میخوایم بریم سراغ طراحی ستون سمت راست طرح لایه بازمو باز میکنم زوم میکنم به جلو خب چون قالب ما قالب سه ستون هستش باید این صفحه رو به سه قسمت تقسیم کنیم یه قسمت عمده و عظیمش برای قسمت مطالبه و قسمت ستون سمت راست و ستون سمت چپ هم اندازه هم دیگه باشه میتونیم از دو تا ابزار کمک بگیریم از قسمت ویو شو گیرید رو میتونیم فعال کنیم و از خطوط راهنما استفاده کنیم اگر خواستیم این قسمت رو هم غیر فعال کنیم باز برمیگردیم قسمت ویو شو و تیک گرید رو برمیداریم ابزاری که من میخوام استفاده کنم ابزار رولر هست از قسمت ویو یا کلید ترکیبی کنترل R این ابزار رو فعال میکنم زمانی که فعال شد این قسمت به سانتی کلیک راست میکنیم این بالا و میگیم بر اساس پیکسل باشه الان از 0 تا 1000 پیکسل اینجا برای من نشون میده خب برای اینکه من خطوط رو دقیق رسم کنم از ابزار گاید استفاده میکنم میرم قسمت ویو گزینه نیو گاید رو میزنم از قسمت اورینتیشن تیک ورتیکال رو میزنم تا یه خط عمودی برای من رسم کنم خب این خط رو از اینجا با موس درگ می کنم میارم این قسمت از سمت راست 50 پیکسل فاصله میدم دوباره یه خط ایجاد می کنم. نیو گاید ورتیکال و مثلا میگم از قسمت 750 پیکسل تا 950 پیکسل برای ستون سمت راست باشه یه خط دیگه ایجاد میکنم از سمت چپ میگم از قسمت 50 پیکسل تا قسمت 250 پیکسل برای ستون سمت چپ باشه بسیار خوب این قسمت میانی رو هم میذاریم برای ستون وسط یه خط راهنما ایجاد میکنم میگم از قسمت 275 تا قسمت 700 یا 725 برای ستون سمت وسط باشه خب حالا که صفحه رو تقسیم بندی کردیم میریم سراغ طراحی این قسمت ها روی ابزار رکتنگل طول کلیک میکنم و این قسمت سمت راست یه لایه ایجاد میکنم به این صورت رنگ زمینه لایه رو سفید می کنم و یه استروک هم دور اون فعال می کنم. تیک استروک رو می زنم، سایز دو پیکسل و رنگ خاکستری. اوکی می زنم و اوکی می زنم تا این قسمت رسم بشه. بسیار خوب. بالای این باکس میخوام عنوان ستون رو بنویسم. اینجا یه باکس رسم می کنم. زوم می کنم به جلو. این بار رنگ زمینه اون رو تغییر میدم به خاکستری. الان میبینیم که این رنگ تغییر نکرد دلیلش هم اینه که این لایه اومده و زیر لایه بالایی قرار گرفته باید اینو بیاریم و بالای لایه بالایی قرار بدیم سایزش رو کوچیک‌تر می‌کنم اینتر می‌زنم مکانش رو تنظیم می‌کنم این استروک دور این باکس رو می‌خوام بردارم روی لایه کلیک می‌کنم و این چشم رو غیر فعال می‌کنم اینو میرم بالاتر حالا می‌خوام تو این باکس عنوان ستون رو بنویسم روی ابزار تکست کلیک میکنم و عنوان ستون رو می نویسم دسته بندی با ابزار موو اونو میارم بالا رنگش رو تغییر میدم به سیاه به این رنگ خب این رنگ مناسبه سایزش رو میتونیم کوچیکتر کنیم یا همین سایز قرار بدیم نوع فونت رو هم معمولی میکنم اونو میارم این قسمت سمت راست میخوام یه آیکون هم کنار این عنوان قرار بگیرم. اینو اپلای میکنم و اینجا قرار میدم برای اینکه این قسمت آیکون اضافه کنیم میتونیم از تصویر استفاده کنیم اما من اینجا از یه شیپ استفاده میکنم از این قسمت کلیک راست میکنم گزینه کاستوم شیپ رو فعال میکنم و از این بالا یه آیکون رو انتخاب میکنم میگم همه ای آیکون ها رو بهم نشون بده اوکی میزنم از بین این آیکون ها یکی رو انتخاب میکنم برای دسته بندی. مثلا این آیکون انتخابش میکنم این قسمت رسم میکنم خب وقتی آیکون رسم شد این استایل پیشفرز رو داره این تیک چشم رو برمیدارم تا این استایل دور اون نباشه مکان اون رو تنظیم میکنم و عنوان رو هم کنار رو اون قرار میدم زوم بک میکنم خب توی قسمت دسته بندی دسته بندی سایت رو مشخص میکنیم مثلا می نویسم گرافیک برنامه نویسیم فیلم آموزشی کد های آماده اخبار تکنولوژی یا همون اخبار خب اینم برای قسمت دسته بندی سایت میتونیم برای اینکه این زیباتر به نظر بیاد زیر منو هم اضافه کنیم مثلا قسمت برنامه نویسی زیر منو هم داشته باشه اینجا چند تا اینتر میزنم روی تکست کلیک میکنم و اینجا چند تا زیر منو اضافه می کنم مثلا برنامه نویسی C برنامه نویسی جاوا ابزار موو رو انتخاب می کنم اونا رو میارم این قسمت قرار میدم لایه بالایی رو انتخاب می کنم میارم سمت راست به این صورت رنگ اون رو هم تغییر میدم رنگش رو خاکستری میکنم این رنگ مناسبه رنگ زیر منو رو هم تغییر میدم این باکس دسته بندی رو هم کوچکتر می کنم. لایه باکس دسته بندی رو انتخاب می کنم و ارتفاع اون رو کمتر می کنم. در نهایت روی ابزار موف کلیک میکنم و اپلای میکنم تا تغییرات اعمال بشه میام قسمت لایه ها یه فولدر ایجاد میکنم با اسم بادی یه فولدر رو دیگه ایجاد میکنم با اسم رایت right برای سمت راست تمام این لایه ها رو انتخاب میکنم و درگ میکنم توی قسمت رایت right. درگ میکنم توی قسمت رایت right. و این قسمت سمت راست رو هم کپی میکنم توی قسمت بادی یه کپی از این ستون میگیرم تا این قسمت کامل تر بشه روی لایه like کلیک راست میکنم داپلیکیت گروپ رو میزنم و روی اوکی okay کلیک میکنم میتونم این قسمت عنوان گروه رو مشخص کنم مثلا رایت تو روی اوکی okay کلیک میکنم یک کپی از اون گروه ایجاد شد زوم بک میکنم اون کپی رو درگ میکنم پایین تر و این پایین قرارش میدم زوم میکنم به جلو اینو تنظیم میکنم عنوان این ستون رو تغییر میدم به آرشیو روی ابزار موو میزنم و این متن رو تنظیم میکنم این قسمت اینجا می نویسم مثلا دی ماه 1395 روی ابزار موو میزنم اون توی این مکان مناسب قرار میدم این لایه مربوط به زیر منو رو هم پاک میکنم از این قسمت روی دیلیت لایر میزنم و یس yes میزنم تا پاک بشه این باکس ستون آرشیو رو هم انتخاب میکنم و سایز اون رو تغییر میدم بسیار خوب روی موو میزنم و اپلای میکنم ستون سمت راست ما طراحی شد از قسمت لایه ها این تیک رو هم میزنم که جمع بشه در ادامه کار میخوایم ستون وسط رو طراحی کنیم طرح پی اس رو باز میکنم زوم میکنم به جلو خب این قسمت هم میخوام یه باکس رسم کنم از ابزار رکتنگل تول استفاده میکنم این قسمت کلیک راست میکنم رکتنگل تول رو فعال میکنم و اینجا باکس هم رسم میکنم رنگ زمینه رو سفید میکنم و یه استروک هم به این باکس میدم با سایز دو پیکسل و رنگ خاکستری و روی اوکی کلیک میکنم باز این قسمت برای عنوان یه بگیران قرار میدم یه باکس دیگه رسم میکنم زوم میکنم به جلو رنگش رو تغییر میدم به خاک سری و این استایل رو هم بر میدارم از دور اون سایزش رو می میکنم از سمت راست هم سایزش رو تنظیم میکنم بسیار خوب اینتر میزنم و اونو دقیقا وسط تنظیم میکنم میخوام کنار عنوان مطلب یا آیکونم باشه میرم قسمت شیپ کاستوم شیپ از این بالا یه آیکن انتخاب میکنم این آیکون قلب رو انتخاب میکنم و اینجا رسم میکنم اونو با ابزار موو میارم و اینجا تنظیم میکنم رنگش رو تغییر میدم به قرمز روی اوکی میزنم مکان اون رو تنظیم میکنم سایز این قسمت بگیران رو کمی بزرگتر میکنم خب روی ابزار موف میزنم و اپلای میکنم تا تنظیمات اعمال بشه بسیار خوب میخوام کنار آیکون متن عنوان رو بنویسم ابزار تکست رو انتخاب میکنم و متن رو مینویسم ویدئو آموزشی طراحی قالب استاتیک برای سایت اونو با ابزار موو این بالا قرار میدم زوم بک میکنم سایز فونت کمی بزرگه متن رو انتخاب میکنم سایز تغییر میدم به یک و نیم پیتی روی ابزار موو میزنم و این متن رو تنظیم میکنم کنار آیکون میتونم رنگش هم تغییر بدم متن رو انتخاب میکنم رنگش رو تیره تر میکنم خب بهتر شد میخوام پایین عنوان توضیحات مطلب رو بنویسه اینکه نویسندهش کی بوده چه تاریخ ارسال شده چه موضوعی بوده تمام این موارد رو میخوام این قسمت بنویسم ابزار تکست رو انتخاب میکنم مینویسم مثلا تاریخ یا اصلا بذارید به جای تاریخ آیکون بذاریم مینویسم پنجشنبه شنبه چهارده بهمن 1395 سایزش رو تغییر میدم به یه پیتی کوچیک بشه با ابزار موو انتخاب میکنم این پایین قرارش میدم زوم میکنم به جلو میخوام کنارش یه آیکون قرار بدم اما قبلش رنگ این متن رو کم رنگ تر کنم رنگش رو خاکستری میکنم این رنگ مناسبه ابزار موو رو انتخاب میکنم مکان رو تنظیم میکنم میخوام یه آیکون کناره این اضافه کنم از منوی فایل اوپن میزنم آیکون رو انتخاب میکنم آیکون دیت اون رو درگ میکنم روی تب وبسایت زوم بک میکنم و سایز آیکون رو تغییر میدم اینجا کلیک میکنم این قفل رو میزنم و سایز آیکون رو کوچیک میکنم زوم میکنم به جلو آیکون میارم بالا زوم میکنم جلو و دوباره سایزش رو کوچیکتر میکنم هنوزم بزرگه کوچیکتر اینتر میزنم بازم سایز می کنم. اینتر میتونم رنگش هم تغییر بدم